سلام به دوستان عزیزم در کانال فارسی نت. خیلی ممنون که در این ویدیو هم ما رو همراهی میکنین. در این ویدیو میخوایم در مورد تغذیه مناسب روزهایی که هوا آلوده هست با شما صحبت کنیم. پس ما رو همراهی کنید. هوایی که تنفس میکنیم به میزان خطرناکی از آلودگی رسیده است. بسیاری از افراد که حتی فاقد مشکلات تنفسی هستند نیز به خاطر آلودگی هوا بیمار میشوند. هوای آلوده ای که استشناق میکنیم اوزون، دی اکسید نیتروژن و بسیاری دیگر از مواد مضر وارد ریه های ما میکنند و سپس آلاینده ها به سلول های ایمنی بدن که رادیکال های آزاد تولید میکنند حمله میکنند و سبب بروز التهاب میشوند. اما آیا میدانید آنتی اکسیدان های موجود در غذاهایی که میخورید میتوانند از بدن در برابر اثرات مضر ناشی از آلاینده های هوا محافظت کنند؟ حالا ما میخواییم بهتون مواد مغذی طبیعی آنتی اکسیدانی رو آشنای کنیم که میتوانن به بدن شما در مقابله با مشکلات ناشی از آلودگی هوا کمک کنن. ویتامین C. این ماده سرشار از آنتی اکسیدان هاست. این ویتامین محلول در آب در بدن ما وجود دارد و از رادیکال های آزاد محافظت می کند. ویتامین C همچنین در تولید ویتامین E نیز نقش دارد و وجود مقدار کافی ویتامین C در رژیم غذایی روزانه به سلامت ریه ها کمک فراوانی می کند که بزرگسالان روزانه به 40 میلی گرم از این ویتامین نیاز دارند. سبزیجات مانند گشنیز، جعفری، کلم، ریحان، و شلغم منبع خوبی از ویتامین C هستند که باید آنها را روزانه مصرف کنید. میوه های مانند پرتقال سرشار از ویتامین C هستند. آسان ترین راه برای دریافت روزانه ویتامین C اضافه کردن آب 2 عدد لیمو به مواد غذایی مصرفی تان است. مرکبات نیز منبع خوبی از ویتامین C به شمار می آیند. ویتامین E. این ویتامین محلول در چربی اولین خط دفاعی در برابر آسیب به بافت‌های بدن است. مطالعات نشان میدن که ویتامین E به افرادی که از بیماری های تنفسی مانند آسم رنج میبرند در مقابله با علائم این بیماری نیز کمک فراوانی میکنند. ویتامین E در رژیم غذایی ما معمولا از روغن های گیاهی بر پایه گیاهان تهیه میشوند و روغن آفتابگردان، گلرنگ و روغن سبوس برنج 3 منبع برتر ویتامین E هستند و بعد از آنها روغن کلزا، بادام زمینی و روغن زیتون منابع غنی از این ویتامین به حساب می آیند. بادام و دانه های آفتابگردان نیز منابع خوبی از این ویتامین هستند و مصرف تخمه ها و آجیل از آنجایی که حاوی کالری و چربی بالایی هستند به میزان اندک مناسبند. در بین ماهی ها، ماهی قزلالا و مارماهی حاوی این ویتامینند. در بین ادویه‌جات فلفل قرمز، پاپریکا، میخک و پونه کوهی حاوی مقداری مناسبی از ویتامین E می باشند. آووکادو و اسفناج نیز منبع غنی از ویتامین E هستند. اضافه کردن این مواد به مواد غذایی مصرفی روزانه خود به دریافت ویتامین E بدنتان کمک زیادی می کند. بتاکاروتن. این ماده به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی که دارد نقش بسیار مهمی در کنترل التهابات بدن دارد که این ماده در بدن به ویتامین A تبدیل می شود. سبزیجات مانند گشنیز، شنبلیله، کاهو و اسفناج غنی ترین منابع بتاکاروتن هستند. برگ تربچه و هویج نیز سرشار از بتاکاروتن می باشد. اسیدهای چرب اومگا 3. این ماده از قلب و لیپیدها در برابر اثرات مضر آلودگی هوا محافظت می کنند که منابع غنی از این اسیدها عبارتند از آجیل و تخمهای مانند گردو، تخم چیا و تخم کتان که این مواد را می توانید به تنهایی و یا با اضافه کردن آنها به ماست میل کنید. دانه های خردل و سبزیجات دارای برگ سبز مواد غذایی هستند که اومگا 3 مورد نیاز بدن شما را تامین می کند. گوجه فرنگی، ماده غذایی دیگری که خاصیت آنتی اکسیدانی دارد و سبب کاهش علائم بیماری های تنفسی می شود، گوجه فرنگی است که قرار دادن این ماده مواد غذایی در رژیم غذایی روزانه از اهمیت بالایی برخوردار است. کرم بروکلی، مطالعات نشان می دهند که کرم بروکلی حاوی ترکیبات ضد سرطانی است و به دفع سموم ناشی از آلودگی هوا مانند اوزون و دیگر ذرات آلوده کننده کمک می کند. محققان در انجام آزمایشی نوشیدنی حاوی لیمو ترش، آناناس و
و پودر جوانه کرم بروکری به شرکت کنندگان دادن و در نهایت مشخص شد که بدن آن دسته از شرکت کنندگانی که نوشیدنی حاوی پودر جوانه کرم بروکری را می کردن مقاومت بالایی در مقابله با بروز بیماری سرطان و بیماری های تنفسی دارند. علاوه بر کرم بروکری، سایر سبزیجات خانواده کلم خاصیت ضد سرطانی دارند و به تسکین علائم بیماری تنفسی کمک می کنند. شیر برای مبارزه با تاثیرات منفی آلاینده ها یکی از بهترین نوشیدنی ها شیر است. با نوشیدن شیر میزان کلسیم بدن افزایش یافته و سیستم ایمنی بدن و اسکلت استخوانی در برابر آلاینده ها مقاوم می شود. نوشیدن آن باعث تمیز شدن مجرای گوارشی می شود. این نوشیدنی سرشار از فسفر و منیزیم است و دریافت این دو ماده بدن را در مقابل مسمومیت ناشی از قرار گرفتن در معرض آلاینده ها مسئول می کند. ماست و دوغ نیز تأثیرات مشابهی دارند. اگر نمی توانید شیر بنوشید، روزانه دست کم 3 فنجان ماست برای جلوگیری از تأثیر آلاینده ها مناسب است. امیدوارم این ویدیو مورد پسندتون واقع شده باشه. ممنون که ما را حمایت می کنید. لطفا ما را سابسکرایب کنید و برای دیدن ویدیوهای بعدی ما زنگولک کنار سابسکرایب را هم بزنید. شب و روزتون خوش.